با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه 30 آگوست است و بنابراین 8 شهریور است. خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما هست و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت به بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسن. اجازه بدید مثل هر جمعه در این ساعت بریم خدمت آقای آلبرت بوتساز نازنین، کارشناس مسائل اسرائیل و خاورمیانه، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم و تشکر کنیم از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما. با درود به شما و یکایک بینندگان، شنوندگان و پشتیبانانتون در سراسر دنیا، آخر هفته خوبی رو برای همه آرزو میکنم. بفرمایید. ممنون از شما، تشکر. و بسیار این قول فرنگی ها اوپنینگ شما خیلی دلگرم کننده است، وقتی که میگی از پشتیبانانت در سراسر جهان. واقعا ممنونیم از شما و از همه این نازنینا. عرضم به حضورت که نمیدونم از کجا باید شروع کنم، اینقدر اوضاع شلوغ و پلوغ است که آدم وام میمونه که چه اتفاقی داره میفته، ما به کدام سمت داریم میریم. باور من اینه که از سال 1979 که اهریمن بر میهن ما حاکم شد، چهره جهان تغییر داد و همه چیز رو به سمت تاریکی سیاهی برده. علارغم همه تلاش ها و کوشش ها، چه در زمینه علم، چه در زمینه نمیدونم صنعت، تکنولوژی، روابط اجتماعی، علوم اجتماعی، ولی یه جور تاریکی سیاهیه. یعنی از صلح و آشتی و اینها هیچ خبری نیست. علتش هم ظهور اهریمن. یعنی من باورم اینه که هر اتفاقی هر جای دنیا میفته، من به عنوان یه ایرانی بایستی که خودم رو مسئول بدونم. بعضی میپرسن، باید پاسخ داشته باشم، باید آدم شرم کنه از این همه فجایعی که وسیله نظام اهریمن. الان شما نگاه کنید این حملاتی که اسرائیل در ظرف یک دو روز گذشته انجام داده به عراق و سوریه و اینها. این جنگ اسرائیل با عرب که نیستش، که جنگ دنیاست علیه نظام اهریمن. و جالب اینه که جمهوری اسلامی سکوت مطلقه، یعنی واقعا یه موجود شکست خورده، از اون میزنم و نمیدونم از اسرائیل میگذرد و نمیدونم راه قدس است و اینا، لام تا کام خبری نیست. چیه ماجرا آقای آلبرت؟ چی میبینید صحنه رو؟ اثر این حملات بر روی خود این دوتا مملکت سوریه و عراق چیه؟ میشنوم فرمایش شما. حملات پیگیر ولی خب فاصله داره که اسرائیل به 3 کشور یعنی سوریه، عراق و لبنان کرد. من یک به یک هر 3 کشور حملات نظامی اسرائیل رو به این 3 کشور مورد بررسی قرار میدم تا چند دقیقه دیگه. ولی این حملات پی در پی ولی فاصله دار، حداقل من بر این باورم که نگرانی اسرائیل و دستگاه سیاسی امروز اسرائیل که خودش هم حد وقت، منظورم دولت نتانیاهو که امروز بین انتخابات، نشانگر نگرانی کامل اسرائیل و به خصوص با اتفاقاتی که هفته پیش اومد و وزیر امور خارجه ایران رو کادو پیچی کردن، جلو آقای ترامپ گذاشتن، نشانه اینه که اسرائیل اتفاقاتی رو که داره در این منطقه، در این قسمت، در این 3 کشور داره انجام میشه، به همدیگه ربط داره. منظور من از اینه که زمانی که میبینیم اسرائیل میاد به بیروت حمله میکنه، به جنوب بیروت حمله میکنه و نصرالله و دار و دستش حزب الله میگن که بله ما پهپاد اسرائیل رو روی هوا با سنگ و تیرکمون زدیم، در صورتی که چنین چیزی نبوده. پهپاد اسرائیل که بالای اون قسمت از بیروت منفجر شد، این دو پهپاد پهپادهای انفجاری بودن
و در یک زمان مخصوص این پهپادها منفجر میشن و اون سیستمی رو که در واقع سیستم برای سوخت جامدی رو که میخواستن برای موشک‌های نقطه‌زن درست بکنن نابود میکنه. خب این نشانگر این نشانه اینه که اگر مسئله حزب الله و لبنان رو بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، از اینجا باید نگاه بکنیم که در 24 ساعت تنش جنگی بین اسرائیل و ایران که در واقع همین هم هست آقای بهبهانی، این یک تنش جنگی که داره در مدت کوتاه مدتی این تنش زیاد میشه و خطر رو در واقع خطر جنگ رو افزایش میده. و یه چیز بدونیم که اول در لبنان چه اتفاقی افتاد که به نظر من مسئله لبنان و عراق حملاتی که شد بسیار مهمتر از تا سوریه است. در لبنان میدونید که از سال 2013 تا سال 2016 تهران بر این اساس فکری بود که ما به حزب الله لبنان در زیر پوشش جنگ داخلی سوریه اسلحه برسونیم. خب اسرائیل هم با عوامل اطلاعاتی که در ایران، در مرزهای ایران، در عراق، در سوریه و در لبنان داشت، از زمان حرکت این محموله‌ها اطلاع پیدا می‌کردند و برآورد ارزیابی که دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل می‌کنند اینه که تا سال 2016، یعنی تا پایان 2015، 95% سلاح‌هایی رو که تهران برای حزب الله فرستاده بوده نابود کردند. و از سال 2016 به این طرف بود که ایران مواجه شد با این مسئله که دیگه نمیتونه این اسلحه ها رو از طریق حالا عراق یا زمینی یا هوایی بفرسته به سوریه و اسرائیل هم اینا رو مثل یه سری اسباب بازی از هوا نابود بکنه. بنابراین تصمیم گرفتن که تشکیل کارخانه در لبنان بدن، در حوالی بیروت در منطقه های شیعه نشین بدن. و در واقع اگر به سخنان بنجامین نتانیاهو در سال 2018 در سازمان ملل بخوایم ارائه بکنیم و از اونجا نتیجه گیری بکنیم که زمانی که نتانیاهو اومد و گفتش که حزب الله ما شما هر جا کارخونه داشته باشین میزنیم، امروز ببینیم که 12 ماه بعد نتانیاهو به قول خودش عمل کرد و بزرگترین ضرر رو به حزب الله و اتاق فکری تهران و پشتیبانان حزب الله رسوند و نابود کردن این در واقع چیزی که به عنوان یک میکسری بوده که برای سوخت جامد درست می‌شده و از اونجا می‌خواستن که در واقع عملکرد موتورهای این موشک‌های نقطه‌زن رو تنظیم و بهبود پیدا بکنه. بنابراین دقیقا اسرائیل میدونسته چه کار داره میکنه، میدونسته در چه زمانی و دلیل این که این ارزیابی ارائه میشه به این دلیله که از سال 2018 به این طرف در واقع این پروژه زیر نظر مستقیم جنرال قاسم سلیمانی بوده و چندین بار خود جنرال قاسم سلیمانی به جنوب لبنان سفر کرده و تمام این کارخونه ها رو دیده و این کارخونه ها در یک جا قرار نداشتن آقای بهبهانی، در قسمت های مختلف در جایگاه های مختلف قرار داشتن و کامپوننت ها پارت ها در قسمت های مختلف درست می شده و در یک جا اسمبل می شده. و زمانی که نتانیاهو در 2018 این مسئله رو رو کرد، با وجود اینکه یک مقدار خطر اطلاعاتی داشت برای دستگاه اطلاعاتی اسرائیل که نشون میداد در واقع چه کسانی در اونجا هستن که دارن این اطلاعات رو میرسونن، ولی نتانیاهو تصمیم گرفت که این خبر رو در سازمان ملل اعلام بکنه و از اونجا بود که حزب الله و برنامه ریزان تهران تصمیم گرفتن که محل این کارخونه رو عوض بکنن، ولی باز هم تأثیری نکرد و هفته پیش نیروی هوایی اسرائیل با فرستادن دو پهپاد انفجاری بالای سر این ساختمان ها که دستگاه در اونجا قرار داشت، انفجار مهیب رو در جنوب بیروت در قسمت شیعه نشین اونجا انجام داد و این دستگاه رو از کار انداخت. و این دستگاه های تولید سوخت جامد بسیار کمیاب و در واقع مشکلی که تهیه کردن اینها. بنابراین نشونه داره میده که با وجود اینکه این پروژه در چندین بخش بود انجام میشده، اسرائیل تونسته حداقل اون قسمتی که اهمیت مهمی رو داره و خطرناکتر هست خونسا بکنه. و من فکر میکنم که امروز حزب الله تعداد کمی از این موشک‌ها رو داره و عملی رو که دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل و نیروی نظامی اسرائیل میکنه، جلوگیری از دستیابی حزب الله به موشک های دوربرد یا نقطه سنج نخواهد بود، فقط
این عمل اینها رو به تاخیر میندازه. منظور من اینه که از سال 2013 که امروز 2019 هستیم، به مدت 6 ساله که تهران جمهوری اسلامی خودش رو متوقف نکرده از اینکه بتونه حزب الله رو در واقع به این سلاح‌های دقیق مجهز بکنه. اتفاقی که در عراق افتاد، و حالا من اشاره که به عراق میکنم به نظر من اهمیت دومو داره، نشانگر یک مسئله بسیار بسیار حساسی بود در اینجا، و اون این بود که گسترش این عملیات نظامی که اسرائیل در عراق کرد در پاسخ به تلاش ایران برای گسترش بیشتر محدوده عملیاتی خودش در عراق بود. و در واقع اسرائیل فکر میکرد که دولت عراق میتونه در مقابل خواستهای زیاده ایران مقاومت بکنه و جلوی صدور این اسلحه ها رو بگیره. در اون انفجاراتی که در حملات و انفجاراتی که در پایگاه های موشکی اتفاق افتاده، در ماه پیش هواپیماهای F-35 اسرائیل این پایگاه ها رو میزنن، بعد وارد قسمت های انبارهای موشکی میشن و اینها را توسط پهپادهای انفجاری مورد حمله قرار میدن، و چند انفجار هم در داخل همین پایگاه ها قرار گرفته انجام شده که از قرار معلوم یا توسط عواملی در روی زمین یا گرمی هوا، که این مسئله دقیقا هنوز روشن نیست. ولی اهمیت عراق در اینجا در اینه که عراق یک پیوند در این زنجیره لوجستیکی گروه های نیابتی که در عراق هستن، هشت الشعبی و الفاطمیون و حزب الله، و در واقع پایگاه های برای پرتاب موشک های نقطه زن هستن که اسرائیل حداقل این مسئله رو با حملات به این پایگاه ها نشون داد که ما میتونیم عراق رو بگنجونیم در اون تئاتر عملیات نظامی خودمون. البته این عملیات نظامی تا سالهای اخیر عمدتا به سوریه محدود شد، یعنی وقتی نگاه میکنه تا حداقل چند ماه پیش اسرائیل فکر رو نمیکرد که به عراق حمله بکنه، ولی اتفاق جالبی و اتفاق مهمی افتاده که این تغییر مهم نظامی سیاسی و استراتژیک اسرائیل رو پیش آورده. و در واقع من فکر میکنم از نقطه نظر ریسک در کوتاه مدت زیان چنانی برای اسرائیل نخواهد داشت، ولی در طول مدت اثرات منفی برای اسرائیل، و من فکر میکنم تنش رو بین اسرائیل و آمریکا زیاد خواهد کرد. با وجود اینکه عملیات لبنان بسیار مهمتر بوده، با وجود اینکه اسرائیل میدونه که اگر جلوی این تجهیزات رو امروز نگیره، فردا حتما جنگی روی خواهد داد و این سلاح‌ها بر علیه اسرائیل استفاده خواهد شد، همونطوری که در دهه 80 اسرائیل اهمیتی به تشکیل حزب الله و تجهیز شدن این گروه توسط ایران نداد، به همون دلیل هم اشتباهی که اسرائیل در رابطه با حماس کرد. من فکر میکنم که امروز اتفاق دیگری هم داره در این منطقه میفته، و این اتفاقی که میفته فقط مسئله نظامی است. مسئله داره اتفاق میفته که اگر نگاه بکنیم به 4 حمله در یک روز در سوریه، عراق و لبنان، و وقایع پی در پی که در واقع در عراق انجام گرفت، و واکنش با تأخیر دولت عراق و در واقع مطبوعات عراق، نشانگر یک مسئله است که اگر شما اشاره کردین که سکوت کرده تهران، اگر عراق عکس العمل نشون داد برای این بود که نمیخواست وارد این مسئله جنگ سایه‌ای، جنگ پنهانی ایران و اسرائیل بشه، ولی اتفاقی که در سوریه افتاد که باز حداقل دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل این برآورد رو کرده بودن که قصد ایران و قصد در واقع سپاه قدس در سوریه اینه که به همون نحوی که در داخل یمن با پهپادها حمله کردن به جنوب عربستان سعودی و به فرودگاهی که در اونجا هست و به پایگاه‌های نفتی، به لوله‌های نفتی حمله کردن، قصد تهران بر این بوده که با در واقع جمع‌آوری این پهپادها که به طریق بسیار مشکلی، حتی بعضیش با قطعات، با چمدان، با ترک از راه عراق و هواپیما در سوریه در واقع در پایگاه دمشق، پایگاه نظامی دمشق پیاده شده بوده،
اسرائیل این حدس رو میزنه که در واقع جمع‌آوری این پهپادها فقط برای دفاع نیست و قصد حمله به شمال اسرائیل رو دارن و قبل از اینکه اون خطر بتونه در واقع آشکار بشه، اسرائیل تصمیم میگیره که به حومه دمشق حمله بکنه و این خطر هم از بین ببره. جمع‌بندی این سه کشوری رو که من راجبش صحبت کردم، حملات به لبنان، سوریه و عراق، همونطور که گفتم یک تغییر مهم نظامی، سیاسی و استراتژیکه. ولی به نظر من تغییر نظامی اون آنچنان اهمیتی رو نداره، برای اینکه این نیروی هوایی اسرائیل دست درازی داره و میتونه به همه جا نزدیک بشه. ولی چرا دولت نتانیاهو که امروز خودش هنوز معلوم نیست که انتخاب میشه یا نمیشه، چرا این تسلیم نظامی سیاسی و استراتژیکی گرفته؟ در واقع من آقای بهوانی این مسئله رو به این نفع ارزیابی میکنم که این دلیل، که دلیل سیاسی این بسیار برای من مهمتر از نظامی و استراتژیکش هست، اینه که نه تنها پیام بوده به تهران، بلکه حوادثی که در هفته گذشته در جنوب فرانسه و اتفاقاتی که امروز میبینیم، پشتیبانی شدید اروپا برای نگه داشتن مسئله برجام و تبدیل اون به برجام دو و در واقع ترس اسرائیل از حملات ایران که از طریق حزب الله یا حماس یا گروه جهاد اسلامی خواهد بود از غزه نخواهد بود. ترس بزرگ اسرائیل کاخ سفیده. ترس بزرگ اسرائیل به خاطر به دست نیاوردن توافق دیپلماتیک رئیس جمهور آمریکا، منظورم آقای پرزیدنت ترامپ هستن، و چون آقای پرزیدنت ترامپ نتونسته اون توافقهای دیپلماتیک رو به دست بیاره، امروز میخواد، چون در داخل آمریکا هم انتخابات داره پیش میاد، میخواد کاخ سفید که نشون بده که این رئیس جمهور میتونه توافق دیپلماتیک رو به دست بیاره. و من اشاره میکنم به مسئله طالبان و قراردادی که امروز در واقع رونوشتش بیرون اومده و ما میبینیم که آمریکا چه میخواد بکنه با دولت طالبان. با طالبان کنار اومده. طالبان همون گروهیه که در واقع القاعده رو اونجا پروتکت میکرد، محافظت میکرد، و القاعده همون گروه بود که مسئله سپتامبر 11 هم اومد و نزدیک به 3000 نفر آمریکایی رو در اون روز کشتن. بنابراین این نتیجه‌ای رو من میکنم که آمریکا میتونه و با ایران مینشینن و این مذاکرات رو میکنن و برجام دو عملی میشه اگر تا الان اون جزئیاتش حداقل در کنار نشه. بنابراین ترس اسرائیل هم از حملات، هم از در واقع اهداف ایران در منطقه است و هم از خود کاخ سفید و شخص ترامپ. با وجود اینکه آقای پرزیدنت ترامپ میتونن بهترین و مهمترین دوست اسرائیل باشن، در این حال میتونن در واقع مخالف اسرائیل هم کار بکنن. شما هیچ صدایی را از آقای نتانیاهو در مخالفت با کارهای اهداف آقای ترامپ نمیبینید، ولی در اینجاست که اون مسئله تغییر نظامی پیش میاد و میبینیم که اسرائیل از مسئله سوریه گذشت کرده و امروز داره عراق رو میزنه. و در واقع من فکر میکنم این مسئله سیاسی، نظامی و استراتژیک مسئله خواهد بود که اسرائیل در چند ماه آینده دنبال خواهد کرد. ترسی که اسرائیل داره فقط از مسئله پهپادها یا موشک‌ها نیست، ترس از این مسئله است که اگر کاخ سفید از طریق فرانسه و ژاپن به اون توافقی که من فکر میکنم برسند، برای اسرائیل بسیار بسیار مشکل خواهد بود که بتونه بعد از تنظیم اون قرارداد یا در زمان تنظیم اون قرارداد حملاتی رو به عراق، لبنان یا سوریه بکنه. در نتیجه تا اونجایی که زمان دستشون هست این حملات رو ادامه خواهند داد. بله، ولی اوضاع بسیار آشفته تر از این است که ما میبینیم روی صفحه. ببین امروز اماراتی ها اعلام کردن که بله ما بودیم که حمله کردیم به عدن و عدن رو بمباران کردیم. خب این در حالیه که یمن، همین عبدالرب منصور نخست وزیر عربستانی، به عربستان شکایت کرده که جلوی امارات رو بگی. امارات ظاهرا پشتیبانی میکنه از همون حوثی ها که تحت قالب جدایی طلبان ازشون یاد میکنن، ولی همون حوثی ها هستن که خواستار جدایی هستن و همون داستان یمن شمالی، یمن جنوبی رو دنبال میکنن. خب بعد از ماجرای فروپاشی و اینا تیکه تیکه شد دیگه، همه جای دنیا به هم ریخت، اینا مشمول همون قانون شدن.
ولی اینکه امارات حمله میکنه و ارتش یمن رو که حمایت میشه از طرف عربستان میزنه، اگه قطری ها این کار کرده بودن قابل فهم بود، ولی وقتی امارات حمله میکنه یه ذره معادله رو پیچیده میکنه. حالا ما نگاه میکنیم میبینیم که یه جنگ عجیبی تو منطقه داره اتفاق میفته، یعنی اسرائیل و ایران دارن با هم میجنگن. ایران همونطور که شما گفتی از طریق قاسم سلیمانی در منطقه تجهیز میکنه نیروهایی رو مثل هشت شعبی و حزب الله و غیره رو. نتانیاهو میگه که به حسن نصرالله و سلیمانی اخطار میده که مراقب خودتون باشین، به دولت لبنان اخطار میده که مراقب باش. آیا ما به زودی یه جنگ بزرگی رو تو منطقه دوباره خواهیم دید؟ چجوریه صحنه؟ برای اینکه این امارات وقتی وارد جنگ شده دوباره یه سلسله معادلات رو به هم ریخته. چجوری میبینی این صحنه رو واقعا؟ شما زمانی که به مسئله امارات و اعتراف کردن دولت امارات، که البته زمانی که امارات این حرف میزنه منظورش اینه که از گروه های تجزیه طلب دفاع کرده و در واقع نتیجه همانون بوده. من برای این باورم آقای بهبهانی که امارات دیگه فرمول عربستان رو قبول نداره. شما به قطر اشاره کردین ولی من امروز قطر میذارم کنار. من میگم امارات به فرمولی که عربستان پیچیده بود، نقصه‌ای که عربستان پیچیده بود برای مسئله یمن، دیگه اطمینان نداره. یعنی بعد از اینکه یه زمانی یمن جنوبی و یمن شمالی بود متحد شدن، دوباره میخوان جدا بشن، امروز امارات حداقل به این نتیجه رسیده برای اینکه ما بتونیم این حوثی ها رو در اونجا ساکت نگه داریم و به مرزهای ما، شما فراموش نکنید مسئله حوثی ها فقط برای عربستان اشکال نیست، برای امارات هم اشکاله، برای قطر هم اشکاله. پس بنابراین مسئله‌ای که اینجا هست که بعد مورد بررسی قرار بگیره اینه که آیا واقعا امارات از جرگه متحدین عربستان سعودی بیرون اومده؟ جواب اینه که بله. آیا دنبال اهداف سیاسی خودش در منطقه است؟ خیر، ولی دنبال یک هدف سیاسی هست و اونم ساکت کردن مسئله یمن و بیرون راندن ایران. برای اینکه این امروز نتیجه گیری ها داره میشه که اگر میبینیم که امارات میاد با تهران قرارداد امضا میکنه و صحبت میکنن، یعنی یک گفتگوها و مذاکراتی داره انجام میشه، من بر این باور هستم که این فرمولی که عربستان نوشته امروز دیگه قابل حل نیست و نمیتونن مسئله حوثی ها رو با بمب و هواپیما حل بکنن. اینها هم یکی از اون قبایلی هستند که در این منطقه حضور دارن، حالا مذهبشون رو کنار بذارین که از چه قسمتی از اسلام هستن که اصلا اهمیت نداره، برای نمیشه که آدم ها رو به خاطر باورهای مذهبشون که آقای بیابانی جمع کرد زیر گلوله و توپ و تفنگ و هواپیما گذاشت نابودشون کرد. باور انسان هاست. بنابراین اتفاقی که در اونجا داره میفته از نقطه نظر امارات اینه که حداقل تب جنگ رو در مرزهای خودش کمتر بکنه و ترس امارات اینه که این مسئله حوثی ها و مسئله یمن داخل امارات هم نفوذ بکنه، همونطوری که میبینیم خب اینها اومدن مشک هم به طرف ریاض و مکه و مدینه و جاهای دیگه شلیک کردن. بنابراین امارات چاره جز پشتیبانی از اون گروهی که در واقع میخواسته جدا بشه و نیروهایی رو که توسط عربستان سعودی تحت حمایت بودن با اونها در میفتن و در واقع جبهه سومی در اینجا تولید شده. یعنی جبهه اول در واقع طرفداران یمنی هایی که طرفداران عربستان سعودی هستن، جبهه دوم حوثی ها هستن و جبهه سوم امروز جبهه‌ای که امارات داره از اونها پیش میکنه. و من فکر میکنم این یک طرح نظامی سیاسی بوده که امارات در واقع خواسته که جای پایی در مسئله و فرمول یمن شمالی و یمن جنوبی در آینده که مذاکرات خواهد شد انجام خواهد شد. بالاخره آقای بهبهانی یک روزی بین این گروه ها باید مذاکره بکنن برای اینکه جنگ راه حل نخواهد بود. ولی متاسفانه زمانی که شما به اشاره میکنید به مسئله جنگ در منطقه، اجازه بدین من این مسئله رو امروز اینطور توضیح بکنم. اگر که حملات اسرائیل به این مناطق پی در پی هست ولی فاصله داره،
این عمل از نقطه نظر نظامی و استراتژیک به این معنیه که دارن دشمن رو جوری دشمن رو میزنن که انعطاف پذیر باشه دشمن و فضا و انگیزه عمومی برای در واقع تلافی کمتر بشه. اگر که اسرائیل با دو حمله با دو پهپاد میاد و بیروت رو، جنوب بیروت رو، مراکز نظامی حزب الله رو میزنه، به این دلیله که نمیخوان وارد جنگ بشن. نصرالله و نتانیاهو هر دو میدونن، یعنی نتانیاهو نمیخواد الان به نزدیکی در نزدیکی این انتخابات وارد جنگ بشه و حزب و نصرالله این مسئله رو میدونه که اگر این دفعه وارد جنگ بشه با اسرائیل، همونطور که در سال 2006 در واقع ضربه هولناکی از اسرائیل دریافت کرد، این 20,000 نفر نیرو با اون حالا به قول خودشون 100,000 موشک یا 10,000 موشک قادر به در واقع شکست دادن نیروی دفاعی اسرائیل نیست. پس بنابراین نصرالله هم در اینجا این مسئله رو برای خودش تا اندازه‌ای حل کرده. البته من فکر میکنم اسرائیل امروز منتظر تلافی هست، همونطور که در نیروهای نظامی اسرائیل در شما در مرزهای شمالشون با سوریه و لبنان در آماده باشه کامل هستن. من فکر میکنم این مسائل به همین نفع ادامه خواهد داشت، تنش بالا خواهد رفت، تنش پایین خواهد اومد، ولی من جنگی رو که اسرائیل بتونه در اون شرکت بکنه، چون من بارها به این مسئله اشاره کردم که اسرائیل توانایی جنگ دراز مدت و جنگ فرسودگی رو نداره. بنابراین اون انتخابی که اسرائیل کرده همینه و ایران هم امروز در شرایطی نیست با مسائل اقتصادی، با مسائلی که پیش اومده در منطقه، ایران هم قادر نخواهد بود. و از نظر من تنها هدفی رو که ایران دنبال خواهد کرد، که در واقع دو کشور اینجا هستن که میتونن این جنگ رو شروع بکنن، جنگ در منطقه رو، ایران و اسرائیل، و اینها امروز در یک جنگ سایه‌ای هستند، یا جنگ نیابتی. اسرائیل که نیابتی نیست، ولی خب ایران در یک قرار جنگ نیابتی قرار داره. ولی من فکر میکنم که در آخر دستگاه اطلاعات نظامی آمریکا این در واقع وارنینگ ها رو به کشور اسرائیل داده که میتونید حمله بکنید. روس‌ها این مسئله رو گذاشتن که اسرائیل به سوریه حمله بکنن، ولی میخوان که جلوی مسئله جنگ گرفته باشه. جنگ همیشه ادامه خواهد داشت، نه در این منطقه، ولی همین مسئله آقای بهبهانی، این هم از نظر من این حملاتی که داره انجام میشه، این حملاتی که در واقع برای جلوگیری از جنگه. بنابراین من این مسئله نمی‌بینم که میتونه اتفاقی یک در واقع مسئله پیش بیاد و جنگی شروع بشه، ولی جنگ و لشکرکشی در سطح جنگ گلف یک و جنگ گلف دو نخواهد شد. بفرمایید. برخب اونجوری منم مثل شما نگاه میکنم، ولی اینکه دولت آمریکا آقای ترامپ اعلام کرده که تمام ریشه های مالی حزب الله رو خوش خواهیم کرد، میدونی که این ماجرا یه داستان کهنه و قدیمیه و دوره اوباما هم تصمیم به چنین کاری داشتن، اما در حالی که داشتن با ایران در سر برجام مذاکره میکردن، اوباما تفره میرفت و میگفت مسائل رو قاطی نکنین، بذارید این یکی رو حل کنیم تا اون دیگری رو بتونیم به موقع بهش برسیم، که نرسیدن. ولی اینکه ایران الان از نظر مالی کاملا تحت فشاره، اینو هیچ کس نمیتونه منکر بشه، ولی اینکه آقای فراخ نگهدار تو بی بی سی بشینه و بگه که ایران خیلی قویه و نمیدونم اینجوری، واقعیت قضیه این نیست و ایران زیر فشار مالیه. همین رفت آمدهای ظریف، اینکه سوئد اعلام میکنه که ما او رو دعوت نکردیم، خودش رفت داده اومده، خب این نشون میده که دارن تلاش میکنن تا یه راهی رو باز بکنن. حتی ظریف میگه که ما کاری نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم نفت بفروشیم پولمونو بگیریم، ما به چیز دیگه کاری نداریم. ولی این ماجرای انفجاری که شما بهش اشاره کردی و دیروز هم اعلام کردن که این پرتاب فضاپیمای ایران که این بار سومه که با شکست مواجه میشه، خود اون پایانه ای که میخواد این موشک رو به هوا بفرسته ناگهان منفجر میشه. خب این کاملا معلومه که یه چیزی از راه دور از طریق اینترنت و اتصالات اینترنت، یعنی این شبکه اینترنتیه که معلومه که باعث این انفجارا میشود. پرسش هم این خواهد بود که این
که اسرائیل میتونه تا اینجاها دخواه. حتی آمریکایی‌ها اعلام کردن که ما از طریق هک کردن سیستم‌های کامپیوتر ایران تونستیم که مختل بکنیم پیگیری کشتی‌ها به وسیله ایران رو. این وضعیه که باز برمیگردیم به ماجرای جی 7 و رفت و آمدها. آیا ایران به نظر شما میتونه از زیر این فشاری که امروز بهش اومده خودشو، چون اینا امید دارن که ترامپ در سال 2020 کنار میره و یه اتفاقاتی میفته، آیا فهم میکنیم اگر که حتی ترامپ کنار بره و یک دموکرات فرض کنیم به سر کار بیاد، آیا فهم میکنه آینده ایران تغییر میکنه و آمریکا دست از این فشارا بر میداره؟ چی میبینی صحنه رو؟ استشاعات و موضوع رو با هم مطرح کردم. بله خب فرچه رشته میشی رجبش کردیم. من فکر میکنم این مسئله پرتاب ماهواره که در واقع مجددا برای بار سوم در دو دفعه گذشته تا اندازه اون موشک تونسته بود که از در واقع پایگاه پرتاب از پایگاه پرتاب بلند بشه، ولی خب این دفعه قادر نشد که اصلا از روی پایگاه پرتاب بلند بشه و در اونجا منفجر شد. قدر مسلم آقای بهبهانی، یک مسئله بسیار حساس اینجا هست. اگر که جمهوری اسلامی ایران به مسئله ماهواره، به قدرت ماهواره‌ای خودش مستقلن بتونه این پرتاب رو انجام بده و در واقع بتونه قدرت ماهواره‌ای و عکس‌برداری‌های هوایی بکنه، معادله قدرت در خاورمیانه کاملا عوض خواهد شد. امروز خب صحبت اول نظامی در خاورمیانه اسرائیل. امروز وقتی که صحبت از این پیش میاد که روسیه داره جنگنده های سوخوی خودش رو میسازه و به کشورهای دیگه داره میفروشه، زمانی که ما میبینیم که چین با پاکستان داره همکاری نظامی میکنه برای فروش هواپیمای جنگنده، معادلات داره عوض میشه. بنابراین این مسئله که این انفجار چطور انجام شد، من شکی ندارم که فقط مسئله اشتباهات کارشناسان ایرانی نبوده. من فکر میکنم که یک مقداری مسئله سابوتاژ، مقداری مسئله حالا اشوام میگید از راه دور میتونه از داخل هم باشه، احتیاج نداره که حتما از راه دور باشه، فقط احتیاج داره که یک نفر یکی از اون کارشناسان اون کاری که بعد انجام بده یا اون دکمه رو در اون زمان بعد فشار بده فشار نده باشه. ولی خب همه امکانات هست و من فکر میکنم که اسرائیل و آمریکا چشمان بسیار بسیار دقیق رو روی این مسئله گذاشتن که ایران صاحب اون قدرت ماهواره‌ای نشه، به خصوص بعد از صحبت‌های آقای ترامپ در هفته قبل که ما می‌خوایم ایران صاحب قدرت اتمی نشه و قدرت موشکی نداشته باشه. ولی مسئله حمله سایبری برای اون زمانی که به تانکرها حمله می‌کردن یک مسئله بسیار حساس‌تری بود که خود هاشمان ببخشید که کلامتو قطع کردم. امروز آقای ترامپ اعلام کرده که ما در انفجار سکوی پرتاب نقشی نداشتیم، پس اگر آمریکا نقش نداشته حتما باید بگیم اسرائیل در این داستان نقش داشته. اینا خیلی موضوعات جالبی، شما هم در اون فاز اول اشاره کردی که ترامپ هم با اسرائیل هست هم با اسرائیل نیست، اینم خودش یه موضوع قابل بحث و بررسیه. فقط خواستم به این موضوع اشاره کرده باشم میان فرمایش شما. بفهمید دارم. بله البته خب نگرانی آمریکا من در دو قسمت هست، در اون دو کشوری که نیرو دارن، یک در عراق، دو در افغانستان. و صحبت های آقای ترامپ و انکار کردن ایشون که منم فکر میکنم که آمریکا نقشی نداشته، ولی نگرانی پنتاگون از حضور تقریبا 20 هزار نفر سرباز در عراق و افغانستان، به خصوص در زمانی که مذاکرات داره با طالبان انجام میشه، خب نمیخوان که این نیروها تحت حمله قرار بگیرن یا کشته بشن، چون آقای ترامپ بسیار روی این مسئله حساس هست. ولی اگر ما برگردیم به تاریخچه در واقع حملات
که در داخل ایران انجام میشد نگاه بکنیم و کشته شدن دانشمندان اتمی ایران یا انفجاری که در پایگاه موشکی که در ایران انجام شد، در واقع اگر نگاه بکنیم به بیرون آوردن مدارک اتمی ایران که پارسال انجام شد، همه اینها نشانگر یک مسئله بسیار بسیار روشنه و اونم اینه که حداقل دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل در داخل ایران پایگاه‌های بسیار بسیار قوی، اطلاعات بسیار قوی رو دارن و اینها میتونه از داخل خود سپاه پاسداران، از داخل گروه‌ها و نهادهایی که مخالف این دستگاه و این رژیم هستن باشه. بنابراین من فکر میکنم که نمیتونه سه دفعه یک مسئله انجام بشه و اینها نتونن در این سه دفعه موفق بشن که این فضاپیمای ماهواره رو بفرستن بیرون، ولی خب من فکر میکنم مسئله ادامه خواهد داشت. برای دفعه چهارم هم اینها سعی خواهند کرد، ولی اون حمله سایبری که من میخواستم بهش اشاره بکنم، در واقع من بر این باورم که آمریکا این حمله سایبری رو همونطوری که اعتراف کردن به ایران به دستگاه کردن، ولی این چیزی نبود که متوقف بکنن اینها رو به طور کامل. اینها دوباره مجددا برمیگردن و بازسازی میکنن اون قسمت که مورد حمله سایبری قرار گرفته، ولی خب تا چه اندازه عقب میفته و چه خسارتی وارد میشه اون بحث انگیزه. آینده ایران در واقع شرط بندی که میتونیم بگیم دولت چین، حتی خود آقای پوتین در روسیه و ایران دارن میکنن که آقای ترامپ انتخاب نشه، اگر که دولت آقای پرزیدنت ترامپ چهره جدید ایران رو نشون داد و شما اشاره کردید به ریشه های مالی حزب الله، امروز حزب الله به عنوان یک سازمان تروریستی نه تنها از جانب آمریکا بلکه از جانب کشورهای خیلی از کشورهای اروپایی شناخته شده، بنابراین این معادله رو تغییر داده و به نظر میرسه که حتی زمانی که یک تانکر نفتی با بیشتر از 2 میلیون بشکه، 2,100,000 بشکه نفت نمیتونه وارد بندری که میخواد بشه که سوریه بوده و جلوشو گرفتن، دولت ترکیه هم به این تانکر نفتی بندر نمیده و سرویس بندری نمیده، نشانگر یک مسئله است. نشانگر اینه که امروز مسائل مالی در واقع جایگزین اون حملات و لشکرکشی های نظامی شده و آمریکا با تکیه به قدرت اقتصادی خودش و کنترل پولی که، یعنی منظورم دلار آمریکاست که ارز اول دنیا هست، و کنترل مالی که در دنیا داره میتونه دولت ها و کشورها رو به زانو بیاره. امروز کمکی که ایران میخواد بکنه به حزب الله، خب باید بالاخره یه پول نقدی از یه جایی، از یه منبعی، حالا بیان نمیدونم 5 میلیون بشکه رو وسط آب رد و بدل بکنن، پول نقد بگیرن بیارن، این مسائل به طریقی داره انجام میشه که در واقع نشانگر اینه که ایران با این نحو، به این طریقه و با این سیستمی که امروز دارن اجرا میکنن، نمیتونه وارد صحنه بین‌المللی دنیا بشه و اگر هم برجام دو قرار بگیره، در برجام دو جلوی حرکات و حملات ایران و پشتیبانی ایران رو از نهادهای تروریستی خواهند گرفت. برای اینکه آقای بهوانی اینو فراموش نکنید که مسئله نهادهای تروریستی، سازمانهای تروریستی، روزی گریبانگیر آمریکا هم شد. فراموش نکنید که خود آمریکا بود که مسئله القاعده رو در عراق درست کرد و اونها اومدن، اون عربهای سنی اومدن رفتن با روسها جنگیدن، بعد هم خب اومدن دیدیم که در آمریکا چه کردن. بنابراین گسترش سازمان‌های و نهادهای تروریستی من فکر می‌کنم در زمان گریبانگیر خود کشورهای غرب هم خواهد شد. البته این بازیه که سالیان سال، یعنی شاید نزدیک 500 ساله که این مسئله مذهب و گروه‌های مذهبی حداقل در تاریخ نوشته شده دنیا مورد استفاده قرار گرفته، ولی من فکر می‌کنم آقای ترامپ انتخابات 2020 رو خواهند برد، رقیبی نداره ایشون. حتی اگر آقای میرسیم به اون جایزه بده که قدم به قدم با هم جلو بریم. سر داستان G7 هنوز پرسش دارم با توجه به وقت کوتاهی که داریم. آقای نتانیاهو به مکرون گفته زمان بدی رو انتخاب کردی برای مذاکره، و ایران اول خوشحال شد و گفتن که، روحانی گفت ما به هر کسی برای وطنم مردمم از این مزخرفات گفت، ولی
میبینی که سریعا خامنه ای وارد صحنه شده و میگه که اصلا معنی نداره با اون قبلیه که چه کردی. امروز علم الهدا تو مشهد گفته که 15 دقیقه با اوباما حرف زدی، حاصلش چه شد و چی میبینی؟ شما همش اعتقاد به این داری که برجام دو صورت میگیره، آیا با وجود خامنه ای و حضور خامنه ای بازم چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ خب اون دفعه نرمش قهرمانانه بود، این دفعه خم شدن قهرمانانه باید بشه. در واقع جلوی آمریکا باید خم بشن اینها تا اون مسئله پیش بیاد. من بر این باور هستم که مسئله آیت الله خامنه ای و مخالفت ایشون با مذاکره با آمریکا از دید در واقع طرفداران خود ایشون داره انجام میشه، چون آقای آیت الله خامنه ای هم نمیخوان که طرفداران خودشون و قدرتی رو که در ایران به دست آوردن که امیدوارن یه روزی به پسرشون مشتبه برسه از دست بدن. بنابراین دید ایشون با دید سیاسی که حداقل روحانی و ظریف دارن کمی فرق میکنه. ولی آیا آقای ظریف و روحانی انتخاب دیگه هم داشتن اینجا که نرن در اون G7 و آقای مکرون اینا رو بسته بندی بکنه، آقای ظریف و چه کادو تحویل آقای ترامپ بده و فقط قیافه آقای ترامپ؟ با وجود اینکه آقای مکرون گفتن که ما قبلا به ایشون به آقای ترامپ اطلاع داده بودیم که آقای ظریف میان، ولی نکته در اینجاست که کین اطلاع رو به آقای پرزیدنت ترامپ داده بودن. آیا زمانی که ایشون پشت در ایستاده بوده که می‌خواسته بیاد تو، یا هفته قبل که بله ما ایشونو دعوت کردیم؟ چون این مسئله بسیار حساسه و قیافه آقای ترامپ، بادی لنگویج آقای ترامپ بسیار بسیار روشن بود که سورپرایز شدن. و معمولا ایشون که میدونید آدم حرافی هم هستن، زمانی که ازشون سوال شد که حضور آقای ظریف رو چگونه میبینید، گفتن نو کامنت. این نشانگر اتفاقی بود که در اونجا میفته. من بر این باورم صحبت های نتانیاهو و در واقع هشداری که نتانیاهو به مکرون داره میده از نقطه نظر اروپا اهمیتی نداره، از نقطه نظر آقای نتانیاهو اهمیت داره، ولی از نقطه نظر اروپا از نظر من هیچ اهمیتی نداره. چیزی رو که مسئله رو که اروپا دنبالش هست، منظور من از اروپا پکیج آمریکا، فرانسه، آلمان، بعد انگلستان و بقیه کشورها هستن، مسئله بازار ایرانه. و این قول و قرار به فرانسوی ها داده شده که شما بازار ما در اختیار شماست، شما اگه این تحریمات رو بردارین میتونین با ما کار بکنین. نکته مهمی که اینجا هست اینه که نگاه تهران و مخالفت دستگاه‌های داخلی در واقع برای باز کردن این مسئله است. زمانی که بقیه اون صندوقچه مالی تهران خشک بشه، اون چیزی رو که من به عنوان خم شدن قهرمانان خواهد بود انجام خواهد شد. و این دفعه تهران در واقع قراردادی رو که آمریکا و بقیه جلوی اینها خواهند گذاشت، شما فراموش نکنید آقای بهبهانی، نفوذی که روس‌ها در تهران دارن و از اونجایی که همین رئیس جمهوری که در آمریکا هست امروز که خیلی بی تجربه میگن ایشون، و زمانی که ایشون خودداری کرد از حمله تلافی جویانه به ایران، نشانگر رشد سیاسی و رشد فکری درست ایشون بود. برای اینکه اینها متوجه شده بودن که پوتین و روس‌ها نفوذی که در ایران دارن، میخوان که ایران رو وادار بکنن که با آمریکا شاخ به شاخ بشه در منطقه، و دیدن که این مسئله انجام نشد. حال اگر همین نکته رو ما برگردونیم و در سخنان آقای بنجامین نتانیاهو و آقای مکرون نگاه بکنیم، میبینیم که مسئله‌ای که آقای بنجامین نتانیاهو داره به مکرون میگه یک نقطه حساسه. دور قبل دیدیم که برجام کار نکرد، این هم کار نخواهد کرد، ولی آقای نتانیاهو نگفته که چرا با تهران دارید وارد مذاکره میشید، ایشون گفته زمانش درست نیست. منظور آقای نتانیاهو اینه که اجازه بدین ما تهمانده اسلحه و تأسیسات و در واقع هر چیزی رو که ایران در لبنان و سوریه و عراق ساخته، اجازه بدید ما از بین ببریم، وقتی که ما از بین بردیم بعد شما بین مذاکره بکنین. الان اگر مذاکره بکنین، این اسلحه ها و این تأسیسات و هر چیزی که اونجا هست میتونه در دسترس این گروه ها قرار بگیره. این دید منه که من فکر میکنم داره عملی میشه. ولی در رابطه با اینکه دموکرات بیاد سر کار آبهوانی، من فکر نمیکنم سیاست آمریکا تغییر آنچنانی پیدا بکنه. من بر این نظر هستم. بفرمایید. بله، من حتی فکر میکنم سخت‌تر میکنن شرایطو بر ایران. و همچنان باور دارم اگر آقای مصداقی هم این رو تکرار میکنه، منم باور دارم که اگر کلینتون به سر کار آمده بود، شرایط ایران از اینی که هست بدتر بود، سخت‌تر بود. و
اینا خوششانسن که یه آدمی مثل ترامپ تو کاخ سفیده. اجازه بده که برگردیم به مسئله اصلی اسرائیل. انتخابات تا چند هفته دیگه در اسرائیل برگزار خواهد شد. شرایط پیش رو چجوری می‌بینی؟ آقای نتانیاهو چه وضعیتی در این انتخابات خواهد داشت؟ بفهمید تا بشنه. انتخابات در 17 سپتامبر انجام خواهد شد، بیشتر از دو هفته دیگه، و به نظر من دو تا اتفاق مهم در هفته پیش در داخل اسرائیل اتفاق افتاد، و اون زمانی بود که آقای نتانیاهو از آقای بنی گنتس که رئیس حزب سفید آبی هست دعوت میکنه در یکی از همطور که میده آقای بنی گنتس، جنرال گنتس، ایشون قبلا رئیس کل نیروهای سپاه ارتش اسرائیل بودن. وقتی ایشون دعوت میکنه در یکی از در واقع جلسه های کابینه نظامی سیاسی اسرائیل شرکت بکنن، اون به خاطر وضع در واقع تنشباری که در شمال اسرائیل، سوریه و لبنان وجود داره و در واقع اطلاعاتی که در دست داشتن و در اختیار ایشون هم گذاشتن، خب ایشون هم رئیس ارتش سابق اسرائیل بودن، میتونستن که نظر بدن. این اتفاق از این نظر مهمه که در واقع آقای نتانیاهو دستی رو دراز کرده طرف آقای گنتس که اگر ما فردا نتونستیم دولت تشکیل بدیم، شاید با هم بتونیم اون کار رو انجام بدیم. اتفاق دومی که در رابطه با این انتخابات میفته اینه که آقای نتانیاهو با حزب‌های دست راستی مذهبی، نه حزب‌های مذهبی، حزب دست راستی مذهبی که کهانیست‌ها هستن، مذاکره داره میکنه و در واقع ایشون تمام کارت‌هایی رو که امروز میتونه بازی بکنه داره رو میکنه، و مسئله‌ای که در واقع کمتر بهش داره اشاره میشه در مطبوعات خارج از اسرائیل و حتی در داخل اسرائیل، مسئله اعراب داخل اسرائیل هستن، اون چیزی که ما به عنوان اعراب اسرائیلی بهشون اشاره میکنیم، و اینها کسانی هستن که در سالیان گذشته با رأی دادن به احزاب عربی نتونستن در واقع سخن، حرف خودشون، عقاید خودشون رو داخل سیاست اسرائیل بکنن، چون اینا شهروند اونجا هستن و در اونجا به دنیا اومدن، حالا هر مذهبی که میخوان داشته باشن شهروند اسرائیلی هستن، پاسپورت اسرائیلی دارن. و این مسئله و امکان این که آقای نتانیاهو از دو جبهه در واقع کمک بگیره، یک جبهه دست راستی مذهبی که کهانیست‌ها هستن که ملحق بشن به ایشون، دو اعراب اسرائیلی ممکنه رأی بیشتر خودشون رو به جایی که به احزاب عربی بدن به احزاب اسرائیلی بدن، و در اونجاست که من فکر میکنم اون اعراب اسرائیلی بیشتر به احزاب میانه روی اسرائیل، منظورم حزب سفید آبی به رهبری آقای گنتس، و احزاب دیگه بدن تا به آقای نتانیاهو. در هر حال این مسئله انتخابات مسئله بسیار حساسیه. من بر این باورم که نتانیاهو مجددا انتخاب خواهد شد، ولی امکان این که یکی از این دو احزاب، منظورم حزب سفید آبی، بتونه از مسئله اعراب فلسطینی استفاده بکنه و رأی بیشتر اونها رو برای خودشون به دست بیاره، امکان این هست که آقای بنی گنتس بتونن در واقع شماره بیشتری رو تشکیل بدن. ولی من هنوز بر این باورم که اصلا نتانیاهو تمام نشده و آقای نتانیاهو به خاطر اینکه خودش مشکلات قانونی در داخل اسرائیل داره، باید نخست وزیر بشه که در سمت نخست وزیری بمونه. امروز من راه دیگری رو نمیبینم، اتفاقی نیفتاده که بتونیم پیش بینی بکنیم که کس دیگری جز ایشون انتخاب خواهد شد، ولی خب در دو هفته آینده بیشتر راجع به این مسئله صحبت خواهیم کرد. بفهمید. ولی در حقیقت او هم یه شرایطی مثل آقای ترامپ داره. ترامپ هم بایستی که انتخاب بشه. اگر انتخاب نشه او هم مسائلی رو پیش رو خواهد داشت. بنابراین تقلا میکنن هر دو نفر که در انتخابات پیش رو برنده بشن، و باید منتظر شد و دید. ممنون از شما آلبرت، سپاس و صد سپاس از همه مهرت، از اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی. از شما تشکر میکنم و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگو دیگر. ممنون از شما آلبرت، سپاس گذارم. با سپاس و بدرود. ممنون. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو. امیدوارم این صحبت ها کمک کنه و به قول اون دوستمون که زنگ زد از ایران، ناامید کننده نباشه.
باید امیدوار بود، ولی باید حقایق رو دید، صحنه رو باید دنبال کرد. از اینکه دنبال کردی از شما نازنینان هم سپاسگزارم. مجددا خواهش میکنم سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن، اپلیکیشن رو دانلود کنید، کمکتون میکنه. شبکه های اجتماعی رو دریابید، لینک ها رو لایک کنید، شیر کنید، تو این شبکه ها مشترک بشید. ما این لینک ها رو توی این شبکه ها از قبیل کانال تلگرام، یوتیوب، فیسبوک و توییتر قرار میدیم. آدرس ما تو تمام این شبکه ها هست، میهن تیوی 1. از اینکه دنبال کردی از شما سپاسگزارم. در انتظار حمایت مالی شما نازنینان نیز هستیم. متشکرم.